سلام دوستای عزیزم، بریم که با هم یه کباب لقمه یه ترد و خوشمزه و اقتصادی رو درست کنیم. میتونید خیلی راحت و آسون درستش کنید، همیشه آماده داشته باشید و هر وقت لازم داشتید فقط سریع سرخش کنید. این که خیلی راحت توی زیپ کیپ بسته‌بندی کنید و بفروشید، چون خیلی طرفدار داره، بسیار خوشمزه است و از لحاظ اقتصادی بی‌صرفه است. یا اینکه با روشی که توی ویدیوهای بعد بهتون یاد میدم ساندویچش کنید و توی سینیای فینگرفودتون به خوشگلی ازش استفاده کنید. پس بریم که با هم درستش کنیم، چون خیلیاتون این آموزش رو ازم خواسته بودید و میدونم که این کباب خیلی طرفدار داره. برای درست کردنش 300 گرم گوشت سردست گوساله و 150 گرم گوشت قلبه‌گاه گوساله رو خرد می‌کنیم و یک قاشق چایخوری نمک رو روش می‌پاشیم، کمی مخلوط می‌کنیم داخل یک ظرف دربسته، توی فریزر به مدت 3 ساعت قرار می‌دیم تا حالت نیم فریز به خودش بگیره. ریختن نمک روی گوشت‌ها باعث نمی‌شه گوشت‌هامون سفت بشه، بلکه باعث میشه بافت گوشت تردتر و آبدارتر بشه. بعد 50 گرم سویای خشک رو به مدت 10 دقیقه با یک لیوان آب خیس میکنیم و بعد از صافی رد میکنیم و سویاها رو حسابی میچلونیم و داخل کاسه خودش برمیگردونیم. دوباره یک لیوان آب روش میریزیم و اجازه میدیم 10 دقیقه دیگه داخل اون آب بمونه و بعد از 10 دقیقه دوباره آبکش میکنیم و حسابی آب داخلش رو میچلونیم و دوباره 10 دقیقه دیگه سویا رو با یه لیوان آب تازه خیس میکنیم. یعنی کلن 3 بار سویا رو خیس میکنیم و بعد آبکش و حسابی میچلونیمش. بعد با ادویه و 2 تا پیاز متوسط توی غذاساز یا چرخ گوشت میکسش میکنیم. مخلوط گوشت ها و نمک رو هم جداگانه میکس میکنیم. حالا این دوتا ترکیب رو با هم دیگه به همراه ادویه هایی که توی دستور هست و پودر سوخاری و 2 عدد تخم مرغ و 1 قاشق چایخوری نمک که از دستور جا مونده بود حسابی مخلوط میکنیم. اگر دوست داشته باشید به دلخواه برای اینکه کبابتون حالت کباب زغالی بگیره میتونید کمی طعم دود بهش اضافه کنید. بعد از اینکه حسابی با هم مخلوطش کردیم و حسابی یک دست شد، مواد رو به 2 قسمت تقسیم کردم و داخل 2 کیسه فریزر ریختم. برای اینکه بعداً کباب‌های شیک و هم اندازه‌ای داشته باشیم، ترکیب رو کاملاً صاف با ضخامت یکسان با وردنه باز می‌کنیم. ضخامت کبابمون دود 1 سانت باشه عالیه. بعد از اینکه کاملا صاف شد روی یک سینی یا یک سطح صاف میذاریم و داخل فریزر به مدت 3-4 ساعت قرار میدیم تا حالت نیم فریز پیدا کنه و بتونیم برش بزنیمش. بعد از اینکه کباب ها حالت نیم فریز پیدا کردن، مشمای روش رو باز میکنیم و با خطکش تکه های مساوی با سایز دلخواه تقسیم میکنیم و بعد میبریمش و داخل یه ظرف دربسته یا مشمای زیپ کیپ بسته بندش میکنیم. چون اگر زیاد توی فریزر بمونه و کاملا یخ بزنه، دیگه برش زدن و بسته بندیش براتون خیلی سخت میشه. مطمئنم اگر این کباب رو درست کنید از طعمش لذت میبرید و میتونید باهاش یه درآمد عالی داشته باشید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و در مسیر پیشرفت باشید.